که تمام دختران جوان توی اون به شکلی وحشتناک جونشون رو از دست میدن. گلاسیا سلام. امروز براتون فیلم مالاک مسئول 2022 رو آوردم. این فیلم یکی از خفن‌های اروپا و سبک هارر و سوپرنچراله که ماوراءالطبیعه است، در مورد روح و جن و این داستان‌ها. نمره 6 آی ام دی بی هم گرفته، ولی خب به خاطر جامپ اسکر و محتوایی که پشت خودش قایم کرده خیلی جاهای مختلف در موردش بحث شده. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسون به استور کامر صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم دختر بچه‌ای رو می‌بینیم که توی اتاقی و یه رفع صدای طبقه بالا میشنوه. صداها بلندتر میشن و برای جیغ کشیدن یه زن انگار میفته زمین. از سقف اتاق خون میچکه و میریم به 30 سال بعد. حالا این بچه بزرگ شده و اسمش بتریکه. بتریک حالا خودش یه دختر بچه به اسم هانا هم داره. همسرش هم فوت کرده، با پدر و مادر خودش زندگی میکنن. اینم بگم که تا زمان فوت همسرش توی آمریکا زندگی میکردن و بعد این اتفاق مجبور شده به شهر پدر و مادرش برگرده تا بتونه با کمکشون از هانا مراقبت کنه. خلاصه که الان مادرش رفته دنبال هانا و بتریک هم حاضر میشه که از خونه دوست پسرش برگرده خونه. دوست پسرش که چه ارز کنم، فقط یه شب با هم خوابیدن. وسط راه یه مرد عجیبو میبینه ولی به راهش ادامه میده. وقتی میرسه خونه، پدرش رو در حال صحبت با یه افسر پلیس به نام هنس میبینه. افسر میگه که دنبال یه مرد میگردن و بتریک بعد شنیدن ویژگی های اون میفهمه همون کسیه که وسط راه دیده. این مرد عجیبم میبینیم که نصف شب به وسط جنگل رسیده. حالا مثل دیوونه ها رو زمین یه چاله میکنه و صدای شنیده میشه که بهش میگه بیشتر بکن، بیشتر بکن. صبح میرسه و میبینیم که این مرد به شکلی دردناک تو همون چاله که کنده حالا جون خودش رو از دست داده و افسر هنس و پلیسای دیگه هم بالا سرشن. همین نزدیکی یه گروه باستانشناس هم به رهبری مردی به اسم جوناس میبینیم. این گروه به این شهر اومدن چون چند روز پیش جنازه یه زن پیدا شد که انگار قرن‌هاست همینجا مونده و میخوان بررسی کننش. به نزدیک محل کشته شدن همون مرد عجیب میرسن و همکار جوناس براش توضیح میده که شب قبل اینجا چه اتفاقی افتاده. انگار یه مرد داشت چاله میکنده، بعد آخر به خاطر کم آبی مرده ولی بدنش به شکل عجیب یخ کرده. میریم به خونه بتریک. مادرش نصف شب یهو تشنج میکنه. وقتی بتریک میره سمتش میبینه که خیلی سرد شده و بعد چند لحظه مادر آروم میشه. دخترش هانا هم میاد سمتش، با ترس میگه کابوس دیدم. وقتی بتریک میبردش که دوباره بخوابه، یه آدم مثل شبح بیرون خونه است. فکر میکنه پدرشه، اما وقتی میاد پایین پدرش همون پایینه و همگی وحشت زده شدن. روز بعد میرسه. بتریک بیرون خونه پدرش رو در حال دعوا با جوناس میبینه. پدرش معتقد یکی از اعضای تیم باستانشناسی بوده که شب قبلی به حیاتشون اومده. جوناس هم معذرت خواهی میکنه و میگه میرم تا بفهمم کی بوده که اومده اونجا. برم بتریک با مادرش میرن بیمارستان که بفهمن چرا مادر تشنج کرده. مشخص میشه بارها این اتفاق افتاده و هر آزمایشی هم که دادن هیچ دکتری نفهمیده که چه بیماری این مادر رو تهدید میکنه. فقط همه پیشنهاد دارن که از روانشناس کمک بگیر. پدر بتریک هم با هانلان تو جنگلن. چند تا سنسور حرکتی اطراف خونه نصب کردن که اگه کسی نزدیک شد از طرف عکس بگیره و بفهمن کیه. از طرفی میبینیم بتریک و جوناس هم خوششون اومده و به یه بار میرن که بیشتر آشناشن. وسط صحبتشون بتریک یه بسته شیکره یه نفره برمیداره و تعریف میکنه که مادرش عادت داره اینجور چیزا رو از همه جا برداره و با خودش به خونه بیاره. خیلی همین رفتارش رو مخه. بعد صحبتشون سمت خونه راه میافتن و آشنایشون بیشتر میشه. جوناس میپرسه چرا ازدواج نکردی؟ بتریک هم میگه چون همه افراد دهکده فکر میکنن من نفرین شدم و نزدیکم نمیاد. چون همسرم به طرز عجیب جونش رو از دست داد، مرگ مادر بزرگم به من ربط میدن و حتی مریضی مادرم هم همینطور. شب میشه و بتریک میخواد بره بخوابه. یه دفعه مردی وسط خونهشونه. یه چاقو هم کنارش رو بتریک با وحشت میره و مادرش جریانو میگه. غریبه هم دنبالش اومده و حالا بتریک و مادرش به آرومی ازش فاصله میگیرن. غریبه هم میگه ببخشید ولی اونا مجبورم میکنن این کارو بکنم. یه دفعه بتریک حمله میکنه. اونم موفق میشه با زحمت چاقوی مرد رو بندازه و مادرش برش داره. اما مرد میره سمت مادر و حالا میخواد اونو با چاقو بکشه. بتریک از پشت سر میرسه و با ضربه به سر مرد بالاخره بیهوشش میکنه و پلیس هم میان و میبرنش بیمارستان. روز بعدی جوناس به دیدن بتریک و خانواده‌اش میاد. مشخص شده اون مرد یکی از کارمندهای جوناس بوده و حالا باورش نمیشه که یه مرد به اون خوبی همچین کاری انجام داده بشه. بتریک با نگرانی میپرسه این مرد حدود 40 سالش بود یا نه و جوناس هم میگه آره. بتریک با گریه میره به اتاقش و جوناس هم دنبالش. میپرسه چی شده؟ دختر با گریه میگه اون نفرین هنوز تموم نشده. طبقه پایینم پدر بتریک به مادرش میگه همه چیز دوباره داره شروع میشه. اون دختر برگشته، حالا باید سری در بریم. وقتی مادر بتریک با آشپزخونه میره، یهو میفته زمین و بیهوش میشه. اونو میبرن بیمارستان و وسط آزمایشاش بتریک چند تا از کارمندهای جوناس رو دوباره میبینه. میفهمه که اون غریبه شب قبلی هم همینجا بستری شده و وقتی از دور نگاه میکنه، بچه این مردم کنارشه. پسر بچه بتریک زول میزنه و اونم با نگرانی اونجا دور میشه. پسر دنبالش راه افتاده و لحظه آخر باهاش میره تو آسانسور. با بچه شدن در، پسر بچه یه کلمه عجیب به بتریک میگه. نو موریچ. بعدم دستشو میگیره و یه چراغ خاموش میشن و آسانسور گیر میکنه. صداهای عجیب میان.
پسر جمله‌های عجیب‌تر میگه با باز کردن چشماش انگار تازه به خودش اومده. بچت زره میشه و به بتریک میگه یکی پشتته. اونم با نگاه توی آینه زنی عجیب و شبح مانند پشتش میبینه و خیلی میترسه. بالاخره آسانسور به پایین میرسه و بیرون بیمارستان بتریک جوناس رو میبینه. ازش این پرسه با اون کارمند طرف زدی که بفهمید شب چیکار داشتی یا نه، و جوناس هم میگه هنوز به هوش نیومده. اما جالبه که بقیه همکاراش گفتن روز قبلی این مرد شروع کرده به کندن یه چاله اطراف محل کارمون. بتریک هم میگه فردا به یه رستوران بیا چون کارت دارم و روز بعدی همونجا همون میبینن. به جوناس میگه مردی که روی صندلی کنارمون نشسته چند شب پیش پسر خودش رو از دست داد. همون مردی رو میگه که اول فیلم دیدیم با کندن یه چاله مرده بود. خلاصه که بتریک میگه بهتر باهاش حرف بزنی چون کارمند تو هم مثل پسر این بیچاره داشته یه چاله میکنده. جوناس هم جریان پیدا کردن جنازه چند تا زن رو بهش میگه که اصلا دلیل اومدنش به شهر چی بوده. به صحبت با این مرد که اسمش هم تانه مشغول میشن. تان میگه پسر من دیوونه نبود و تحت تاثیر یه نفرین جون خودش رو گرفت. نفرینی که همتون میدونید یه افسانه بزرگ در مورد دختری به اسم فیک. تان خیلی توی هیپنوتیزم حرفه‌ای و بعد صحبتاش به بتریک میگه اگه نیاز به کمک داشتی بهم زنگ بزن. شب میشه و تو راه برگشت جوناس در مورد افسانه‌ای که تان گفت سوال میکنه. بتریک هم تعریف میکنه که همه افراد دهکده در موردش میدونن. داستانو کامل نمیگه و فقط میگه مردم معتقدن یه روح شیطانی تو جنگل‌های اینجاست و تو گوش آدما یه وقت زمزمه میکنه. منم باورش نداشتم اما اون روز بیمارستان فکر کنم اون روحو دیدم. جوناس میزنه زیر خنده وقتی بتریک در مورد جنازه‌هایی که پیدا کردن میپرسه، جوابشو نمیده. فقط میگه تو الکی دنبال داستانی و میخوای تخیلاتو قوی‌تر کنی. خیلی به بتریک برمیخوره و پیاده میشه. جوناس هم میره دنبالش و گرفه همون میبوسن. بعد همونجا وسط جنگل میرن تو تالاب دلوپ. روز بعدی میرسه و جوناس به سر کار میره. کارمنداش میگن خیلی در مورد این زن تحقیق کردیم و فهمیدیم که 4 تا 5 جنازه دیگه هم دقیقاً شبیه همینن. جالبه که همشون به شکلی دردناک گلوشون به طور عمودی بریده شده. روز بعدی میرسه و افسر هانس به خونه بتریک اینا میاد و با پدرش صحبت میکنه و میفهمه که دوربینهایی که نصب کرده چند تا عکس گرفتن. اما تو هیچ کدوم عکس‌ها هیچ آدمی معلوم نیست، انگار فقط یه نفر رد شده. پدر بتریک شروع به صحبت میکنه و میگه میترسم که همه چیز تقصیر من باشه. افسر میگه هیچی تقصیر تو نیست و پدر میگه ازت میخوام که یه کاری برام انجام بدی. از طرفی هم میبینه که بتریک مدرسه دخترش رفته و یه نمایش دارن که در مورد همون افسانه بزرگ محلیه. جوناس هم همکاراش خواسته که در مورد این افسانه تحقیق کنن و حالا جریان کاملش رو میفهمیم. قرنها پیش پادشاه و ملکه‌ای زندگی میکردن که کلی خدمتکار هم داشتن. یکی از این خدمتکارا دختر بچه‌ای بوده به اسم فیک. کم کم این پادشاه بهش علاقه پیدا میکنه و این بچه ازش باردار میشه. وقتی که ملکه از جریان با خبر میشه شروع به دعوا میکنه و همسرش هم برای اینکه خودش رو جمع بکنه میگه که این دختر منو طلسم کرده بود. خلاصه که این دختر بچه یعنی همون فیک رو میرزن توی زندان و فیک وقتی که توی زندانه شروع میکنه به دعای که میخوام انتقام بگیرم. اما به جای خدای شیطان به اسم مالاک جوابش رو میده و مالاک بهش میگه که اگه قبول کنی خودتو به من بسپاری حاضر میشم که انتقام تو بگیرم. اونم باهاش دست میده و میبینیم که وقتی که میخوان این دختر رو محاکمه بکنن یه رفعه یه دونه تیغ برمیداره و جلوی همه رگ گردن خودش رو به طور عمودی میزنه. یه رفعه ملکه میفته رو زمین و انگار روحش تسخیر میشه. افسانه ها میگن از اون موقع روح این ملکه توی جنگل ها سرگردان مونده و هیچ وقت نمیتونه زمین رو ترک کنه و همش دنبال گرفتن انتقام از فیک و خیلی از مردم صدای اون رو میشنوند. وسط نمایش هانا بتریک متوجه نقاشی دخترش میشه که یه دختری رو کشیده که کاملا شبیه همون روحی که تو بیمارستان دید. بعد پایان نمایش از دخترش در موردش سوال میکنه و اونم میگه همینطوری گرفته کشیدم، چیز خاصی ندیدم. به سمت خونه برمیگردن و نزدیک خونه بتریک پدرش و همراه همون مامور پلیس در حال نصب کردن یه سری تله اطراف جنگل میبینه. وقتی هم به خونه میرسه به جوناس زنگ میزنه و ازش میخواد توی پارتی که به مناسبت همین امروز که مثلا سالگرد مراسم همون فیکه همو ببینن. بعدم میره پیش همون مردی که دیده بود یعنی تان تا ازش در مورد همون هیپنوتیزم و داستانهایی که گفته بود کمک بگیره. میرسه پیشش روی اتاقی میشینه. تان شروع به ضربه زدن روی کتاب میکنه و کم کم صدای ضربه ها بیشتر میشن و یه دفعه انگار این دختر توی خاطراتش غرق میشه. لحظه‌ای که مادر بزرگش فوت کرده بوده به یاد میاره. بعد چکیدن خون از سقف و شنیدن صدای جیغ مادر بزرگش که اول فیلمم دیدیم میره به دم اتاق و یه لحظه اونو میبینه. مادر بزرگی که گردن خودش رو به طور عمودی بریده. وقتی به خودش میاد میبینه که تان داره گریه میکنه و انگار همه ماهیاش همین لحظه مردن. سکانس بعد میبینیم که بتریک رفته به محل کار جوناس و یه گوشه این نشسته. یکی از کارمندهای جوناس میبینتش و بهش میگه تو نباید اینجا باشی، ممنوعه. بتریک با نگرانی شروع به صحبت میکنه و میگه مطمئنم تا حالا در مورد این جنازه ها چیزی کشف نکردید، ولی یکم بیشتر دقت کنید چون شرط میبندم همشون یا فامیلن یا از یه نسلن.
برمیگردیم سمت خونه بتریک و میبینیم یکی دیگه از کارمندهای جوناس داره به سمت خونهشون میره. انگار اونم مثل همون همکار قبلی تسخیر شده و معلوم نیست داره چی کار میکنه. یه رفعه پدر بتریک سر میرسه و با ضربه یوگوشش میکنه و دستاشون میبنده، اما حالا خودشه که یه سری زمزمه میشنفه و انگار ارواح دارن سمتش میان. بتریک هم خودشو به خونه میرسه و سعی لوازمش رو جمع میکنه. مادر این ورته چی کار میکنی؟ و بتریک میگه چندین جنازه مختلف پیدا شده که همشون مثل مامان بزرگ مردن. مطمئنم ما یه نفرین رومونه و جون هممون تو خطره، برای همینم هم میخوام سریع از اینجا دور شم. پدر بتریک هم وسط جنگل و زمزمه ها بیشتر میشن. یه رفعه چند تا آدم مختلف که شبیه روحن و اطرافش میبینه. کم کم آدم ها نزدیکتر میشن بهش و یکی از اونا شبیه همسرش و همون مادر بتریکه. یه رفعه چشمای مرد سیاه میشن و انگاری اونم تسخیر میشه. جوناس هم به کارناوال این شهر برای مراسم سالگرد فیک میرسه. همون کارمندش هم میاد و جریان دیدن بتریک صحبت میکنه و بهش میگه که تحقیق کردم و فهمیدم مامان بزرگ بتریک هم به شکلی ترسناک جون خودش رو گرفته و فکر کنم که همچنان اون قربانی های قدیمی دارن اتفاق میافتن و شاید این نفرین واقعی باشه. وقتی که جوناس میبینه که مردم دارن یه دونه نماد از قربانی کردن یه دختر با خودشون حمل میکنن، میفهمه جریان خیلی بزرگه و سریع از محل دور میشه. این در حالیه که پدر تسخیر شده بتریک داره سمت خونهشون میره و انگاری کلی روح از زنهای مختلف اطرافش رو گرفتن. بتریک و مادرش با دیدن پدر که میخواد به زور بیاد داخل خونه و شیشه رو میشکنه خیلی وحشت زده میشن. مرد موفق میشه که درو بشکنه و یه رفعه میاد تو و شروع میکنه به ضربه زدن به همسرش، انگار میخواد بکشتش. بتریک از پشت سر میرسه و ضربه به پدر میزنه و پدر از حال میره. مادر از جاش بلند میشه و میریم به سکانس بعد. پدر بالاخره به هوش میاد و میبینه که خبری از دختر و همسرش نیست. میره طبقه بالا و بتریک روی تخت بیهوش افتاده. یه رفعه همسرش از پشت بهش حمله میکنه و با انداختن تنابی دور گردنش اونو دار میزنه. تو همین لحظه میبینه که چشمای مادر سفید شدن و انگاری اونم تسخیر شده. جوناس هم داره سمت خونهشون میاد ولی یه رفعه پاش توی یکی از تله‌هایی که پدر گذاشته بود گیر میکنه. میریم به خونه و میبینیم که یه سری آدم غریبه واردش میشن. همشون یه سری شنل و ماسکای عجیب دارن و یکیشون ماسک شبیه همون شیطان بزرگ یعنی مالاکه. تو اتاق بالایی بتریک به تخت بسته شده و لباس سفید تنشه. وقتی چشماشو باز میکنه مادرش با اون آدمهای عجیب و غریب جلوش وایستادن و دارن یه چیزی رو زمزمه میکنن. مادر به بتریک میگه نگران نباش، زود تموم میشه و برشتن تیغی جلوی اون یه رفعه گردن خودشو به طور عمودی میبره. چند لحظه بعد همون رویی که بتریک تو آسانسور دیده بود از جلوی تخت میاد بالا و میاد سمتش و دختر هی فریاد میکشه. جوناس بالاخره موفق میشه به خونه برسه و هم که میره طبقه بالا بتریک توی اتاق تنهاه و موفق میشه سریع آزادش بکنه. میرن به طبقه پایین و بتریک دخترش رو در آغوش میگیره. انگار همه چیز تموم شده و مدتی بعد میرسه. جوناس دوباره به این دهکده اومده تا این بار فقط بتریک رو ببینه. با هم دیگه صحبت میکنن و ازش میخواد که با هم به شهر برن، اما بتریک میگه حالم اینجا خیلی خوبه. وقتی میخواد ازش خدافظی بکنه بتریک یه بسته شکر تک نفر برمی‌داره و توی جیب خودش میذاره. جوناس هم خیلی به این قضیه مشکوک میشه، چون خیلی وقت پیش بتریک گفته بود از این کار متنفره. شب شده و میبینیم که بتریک داره برای دخترش کتاب میخونه. بیرون پنجره یه لحظه سایه ای از خودش میبینه که انگار روح واقعیشه. بتریک واقعی که داخلو نگاه میکنه میبینه که دخترش هانا کنار مالاک نشسته و داره براش قصه میگه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. در مورد پایان بندی فیلم باید بگم که بارها پیش میاد ببینیم که بابای بتریک یا کلا مردهای دیگه دخترای مختلف میان از سمتشون و انگار میخوان باهاشون صحبت بکنن و یه چیزی بهشون بگن. اینا همه دخترایی هستن که توسط روح افراد کشته شده تسخیر شدن و میخوان به این مردها یه جوری نزدیک بشن و اونا رو تسخیر بکنن تا بتونن از طریق اونها این تلسمون یه جوری تموم کنن. برای همینم دیدیم که یه جا پدر بتریک انگاری تسخیر شده بود و اومد میخواست مادر بتریک رو بکشه. اینا هم موقعی که تو جنگل بود روح یکی از کشته شده رفته بود بدنش و میخواست با کشتن مادر بتریک همه چیزو تموم بکنه، چون اگه اون میمرد و تلس به دخترش انتقال پیدا نمیکرد دیگه نمیتونست این شیطان یا همون مالاک بیاد داستانو ادامه بده. بخوام یکم عمیق‌تر به قضیه نگاه بکنیم، این تلس میتونه یه معنا از مردسالاری باشه یا افسردگی، به صورتی که این نسل انگاری همشون قربانی این قضیه میشدن و هر کدومشون که به یه سن خاصی میرسید از طریق مادرش بهش انتقال پیدا میکرد. چیزی که تو همه دنیا هم میبینیم، اگه یه خانواده‌ای باشن که خیلی توشون مردسالاری وجود داشته باشه و همه زنها تأخیر بشن، اذیت بشن، به نسل بعدی هم این اتفاق انتقال پیدا میکنه. این اتفاق همینطوری ادامه پیدا میکنه تا اینکه یه جای بالاخره این زنجیره بشکنه. چیزی که توی این فیلم شخصیت اصلیمون میخواست انجامش بده ولی خب موفق نشد و شاید یه روز
بچهش بتونه این کارو انجام بده. هانا خلاصه که میگم این یه مثال بود، ولی خیلی چیزها رو میتونید بهش ربط بدید. عین فیلم اردیتری که به صورت موروثی سری چیزها با آدم انتقال پیدا میکنه و شاید بتونه ایجاد زنجیره رو بشکنه، ولی اگه نشکنه امکان داره اونو به نسل بعدی خودش هم انتقال بده. امیدوارم که همچین چیزی براتون نباشه، چون به نظر من هر انسانی مسیر زندگی خودش رو خودش تعیین میکنه. هر چقدر هم شرایطش سخت باشه، هر چقدر هم تو جای فرهنگی پایینی یا شرایط زندگی سختی کلا بخواد رشد بکنه، باز به این مرحله میرسه که میتونه راهش جدا بکنه و خودش سرنوشت خودش رو رقم بزنه دیگه. آقا همین، حرف زیادی نمیخوام راجبش بزنم، بخاطر اینکه فیلمش بیشتر بخاطر همون استرس و هیجانش خفنه. حتما یه بار ببینه جایی دوست داشتید. دوستتون دارم. لایک کامنت ساب یارتون نره. توی کانال زاپاچون بشید. روزتونم گلسی.